بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض میکنم خدمت همه عزیزان امیدوارم هر جا هستین تندرست و سلامت باشید تو این جلسه که در مورد دینامیک داریم با هم صحبت میکنیم میریم سراغ نیروی وزن و در مورد نیروی وزن نیسته رابطه می که البته این رابطه ها تقریبا رابطه اصلیش انتهای کتاب انتهای این فصل از کتاب اومده منتها ما داریم با یه ترتیب خاصی میریم جلو و تو این جلسه در مورد نیروها صحبت می و پرونده نیروی وزن رو امروز با هم دیگه می امیدوارم براتون قابل استفاده باشه دومه نیرویی که میخوایم در مورد صحبت بکنیم امروز نیروی وزنه خب نیروی وزن ما از متوسطه اول و دبستان آشنایی باش داریم منتها میخوام به که اون قانون گرانش نیوتون یا جوری دیگه با هم صحبت کنیم از رابطه از توش به دست بیاریم که این رابطه ها البته توی کتاب درسی اونم هست نکنیم بچه ها. فرض کنیم که این کره زمین یا هر سیاره دیگه ای و یک شخصی یه جسمی یه چیزی اینجا هست مثلا حالا فرض کنیم خیلی داریم با مقیاس بزرگ نگاهش میکنیم یه جسمی یه جرم ام اینجا قرار گرفته بر اساس قانون گرانش نیوتون میدونیم که هر دوتا جسمی که جرم داشته باشن هم رو جذب میکنن بنابراین کره زمین این جسمه رو جذب میکنه و این جسمه هم کره زمین رو جذب میکنه یه وضعیتی که وجود داره خب بیایم نیروهاشون رو به هم حساب کنیم چه چقدر نیرو به هم وارد میکنن بر اساس همون رابطه نیرویی که به هم وارد می‌کنن میشود جی بزرگ جرم یکیشون که مثلا اینجا کره زمینه ضرب جرم دیگری که اینجاست تقسیم بر فاصله مرکز این تا مرکز این که عملا چیه شعاع زمینه دیگه اون جسم هر چقدر ارتفاع داشته باشه در مقایسه با شعاع زمین میشه ازش صرف نظر کرد فرض کنیم جسممون روی سطح زمینه دیگه خب بعد شما این جی رو میشناسید مقدارش هست 6 و, و در ده به توان منفی 11 نیوتون متر مربع کیلو یارم به توان دو. جرم زمین معلومه مثلا 5 در 10 به توان 24 شعاع زمین هم معلومه مثلا 6400 کیلومتر تقریبا اینم تقریبا 6 در 10 بتا 24 کیلو یارم بعد شما نگاه میکنه ا اگه من جرم رو عوض کنم این شخص بره شخص دیگه بیاد جرم رو جرم دیگه بیاد این عوض میشه این عبارت کلن انگار ثابته بنابراین من بیام این ثابته رو یه بار حسابش میکنم به جای اینکه هر دفعه ج ج ام ای آر ای رو حساب کنم یه بار میام این چیکار میکنم به دستش میارم ببینم این چی میشه الان بیام جی ضبط داره ام زمین تقسیم بره شعاع زمین به توان دو رو حساب میکنم و این مقدارش به دست میاد نه و هشت دهم متر بر مربع ثانیه و همونطور که میدونیم به این میگیم شتاب گرانش روی سطح زمین بنابراین به عنوان یک رابطه خیلی مهم اینو تو ذهنمون نگر میداریم شتاب گرانش روی سطح زمین که جی هست و نو و بعضی وقتا ده میگیریم در اصل بوده جی ام ای آر ای به توان دو اینو بهش گفتیم جی خب اگه ما جی رو بتونیم به دست بیاریم تو آزمایش توی سقوط آزاد یا جای جیه تو آونگ و اینا بتونیم جی رو حساب کنیم مثلا شاه زمین رو داشته باشیم جرم زمین به دست میاد اینو داشته باشیم به دست میاد، خب رابطه ی خیلی مهم است تو کاربورد و البته اینجا توی تست‌ها ازش استفاده میکنیم من اینو بهش میگم جی سفر بعضی وقتا اینجا منظورم چیه؟ شتاب گرانش روی سطح زمینه البته من میتونم به جای این یه ای چیز دیگه بذارم مثلا بذارم جرم سیاره مریخ شعاع مریخ جرم ماه شعاع ماه چی به دست میاد شتاب گرانش و سطح مریخ سطح ماه یا هر جای دیگه که بخوام میتونم به دستش بیارم این رابطه برای هر سیاره دیگه درسته و البته خب مقدار جیت و سیاره مختلف طبیعتا فرق میکنه برای ماه و زمین و اینا هر کدوم مقدار متفاوت خودش رو داره ما بر همین البته این دوره این کشیدم اینو فکر کنم اشتباه کشیدم اینجا بود این منظورم بود بر همین ما به این نیروه در واقع است که سیاره به جرم های حتی به خودش وارد میکنه به جای اینکه از این استفاده کنیم اینو میگیم جی اینو میگیم ام بینم به جای اف میگیم ویت میگیم وزن جسم اینو بارها و بارها دیدید که من نیروی وزن رو میتونم بنویسم دبلیو هست ام زب در جی و اگر دارم روی سطح سیاره صحبت میکنم اگه گفتن جی چقدره میگم جی هستش جی بزرگ جرم سیاره شعاعش به تمام دارم من نشتم زمین برای اینکه حالا حواستون که این ام ام خاصیه جی رو سطح هر سیاره این رابطه به دست میاد میتونیم وزن و کمکش خیلی خیلی ساده حساب بکنیم یه نکته دیگه اینجا موقعی است که ما فرض کنیم به جای اینکه جسم روی سطح سیاره باشه جسم کجا باشه در ارتفاع h از سطح سیاره این به جای اینکه روی سطح سیاره باشه، رفته باشه بالاتر در ارتفاع h قرار گرفته باشه مثل اینکه مثلا یه ماهواره ای فرض کنیم اینجا قرار داره و این ماهواره داره دور زمین مثلا میچرخه اینجاست خب و فاصله ماهواره از سطح سیاره H این فاصله رو فرض کردیم چی؟ اچ خب توی این حالت دیگه این رابطه اینجوری برقرار نیست چرا؟ چون فاصله سیاره مورد نظر این جسم مورد نظر تا سطح سیاره دیگه این نیست چی باید بنویسیم؟ بعد اینجا به جای آر ای بنویسم آر ای به علاوه هاش بود ج به آر کوچیک به دو که آر کوچیک روی این شکل پیداست فاصله از اینجا تا اینجا میتونم بنویسم R هست آر ای به علاوه اچ عوض بشه مقدار نیرو تغییر خواهد کرد برای اینکه هم بتونم دوباره از همین قیافه دولی مصاحبه با ام که اینجا داشتم استفاده بکنم میام بدون جی تعریف میکنم جی در ارتفاع های مختلف میگم ببینید بچه ها اگه من اینجا به جای این بذارم R به توان دو جی ام 1 ام 2 به R2 و این R رو هم جایگذاری کنم با آره ای به علاوه اچ به توان دو تونستم نیروه رو حساب کنم دوباره به این جمله ای که اینجا پیدا شد میخوام بگم جی منتها این جی دیگه این جیه اینجا نیست جیه داره عوض میشه برای اینکه اشتباه نشه می G جی برابر است با جی بزرگ دوباره ام ای مثلا اگه در زمین داریم حرف میزنیم آره ای به علاوه اچ به توان دو میشه اینجوری خیلی ساده است میگم شتاب گرانش در ارتفاع اچ از سطح سیاره چرا این کارو کردم؟ برای اینکه دوباره اون رابطه دبلی مصابی با ام جی برقرار باشه جرم که ثابته توی نقاط مختلف که قرار میگیرم که مقدار فاصله تا سطح زمین فرق میکنه هرچی از سطح زمین دورتر بشیم مقدار شتاب گرانش شروع میکنه کمتر شدن و در ارتفاع H از سطح سیاره بنویسم دوباره اینجا G برابر است با G بزرگ جرم اون سیاره مثلا زمین شعاعش به علاوه یه چیزی به توان دو این اچه اینم g در ارتفاع h کماکان رابطه اصلی ما میشود W یا یعنی نیروی وزن هست MG G در نقاط مختلف حالا متغیره دقت داریم که هر چقدر از سطح زمین دورتر میشویم H بیشتر میشه کل R تو مخرج بزرگتر میشه و مقدار G کمتر میشه انتظار هم داریم هرچی دورتر بشیم اثر جرم جرم زمین مثلا کمتر خواهد شد و این نکته دیگه بیشترین مقدار شتاب گرانش برای هر سیاره دقیقا روی سطح سیاره است هاشو بذاریم صفر این نکته هم دقت کنیم که این دارم تو پرانتز عرض میکنم برای مواردی که مثلا فرض کنیم رفتیم داخل سطح زمین فرض کنیم دیگه کندیم رفتیم اینجاها قرار گرفتیم نباید تصور کنیم که مقدار شتاب گرانش حالا زیادتر شده خب زمین نزدیک‌تر شدیم دیگه مثلا یکی اونطوری ممکن اینطوری فکر کنه اما توی مقاطع بالاتر خواهید دید توی دانشگاه که هرچی به سمت داخل میریم جرم موثر زمینم روی گرانش شروع می‌کنه کمتر و کمتر و کمتر شدن و شتاب گرانش به صورت خطی شروع میکنه کاهش پیدا کردن اگر بخوام یه نمودار رسم کنم براتون نمودار مقدار گرانش بر, صد... بر حسب فاصله از سطح زمین این تیکه شما بلدیم رسم کنیم یعنی دیدیم اینجا اگر آر بشود آر ای مقدار گرانش میشه همون جی که نوشتیم نو ها مثلا برای زمین هرچی دورتر میشیم این شروع میکنه متناسب با یک به آر دو کوچکتر شدن این تیکه اینورش ورش اما اینجوریست ما بهش کاری نداریم این خط متناسب با آر شروع میکنه زیادتر شدن و کم میشه بیشتر مقدارش هم روی سطح زمین عرض کردم ما به این اصلا کاری نداریم ندونسته باشیم همطوری نیست این کل ماجرای ما در مورد نیروی وزن ما موقعی که تو حل مسئله ها میخوام نیروی وزن را رسم کنیم دیگه هیچ وقت نمیایم از این شکل استفاده کنیم زمین رو بکشیم و فلان اینا چیکار میکنیم میگیم که نیروی وزن همیشه در راستای عمود است بر سطح زمین یا اصطلاح میگن در راستای شاغوله برای اینکه ساختمون صاف ساخته بشه بره بالا یا بخوان سنگ بکنن کج و کله نشه میان بالای ساختمون یه ریسمان میبندن و یه دونه سنگ بهش پایین آویزون میکنن این دقیقا عمودی وای میشه. عمود بر سطح زمین اون راستا بهش میگیم راستای شاغول عمودی است و جهتش هم به سمت پایینه نیرو وزن ما همیشه رسم میکنیم W برابر است با امژ و خب تو مسئلهمون اون دبلیو امژ رو استفاده میکنیم جرم خیلی وقتا ده میگیریم که کارمون ساده بشه دیگه یه نکته و نکته آخر اینجا قصه عمل و عکس یاد یادمون نره ماهواره زمین رو به سمت خودش میکشه زمین هم ماهواره رو به سمت خودش میکشه این دوتا نیرو نیروهای عمل و عکس عملند مساوی اند و خلاف جهت منتها ما معمولا چون داریم اجسام اطراف زمین رو بررسی میکنیم این نیروها رو داریم اینجوری رسمش میکنیم به سمت مرکز که گفتم در راستای شاغولم است این کلیت موضوع ما در مورد نیروی گرانش دو تا نکته ریزم داریم که تو مثالا با هم دیگه میبینیمشون. مثال چهارده میگه که جرم کره زمین تقریبا 80 برابر جرم ماه شتاب گرانش روی سطح زمین تقریبا 6 برابر شتاب گرانش روی سطح ماه این شعاع زمین چند برابر شعاع ماه هست خب خیلی ساده است دیگه یاد اون رابطه گرانش میفتیم روی سطح سیاره میگیم جی بود جی بزرگ امش تقسیم بر آر به توان دو بنابراین میتونم بگم جی روی سطح زمین به جی روی سطح ماه جی بزرگا چون ثابته با هم ساده میشه میشه ام زمین به ام ماه زب داره آر ماه به آر زمین به توان دو جا گذاری میکنیم جی زمین به جی ماه تقریبا میشه هشتاد شیش میشه ببخشید این میشه شیش برابر است با ام ای به ام زمین تقریبا میشه 80 بین 80 تا 80 که جلسه قبلم توی سوال با هم دیدیم ضبط در آر ماه به آر زمین به توان دو از اینجا میتونیم بنویسیم اینو بیارمش این طرف بنویسم آر ای به آر ام اینو برعکس کردم اومدم این طرف شیشم میبرم اونجا بنویسم 80 ششم یعنی 40 سوم یه رادیکال هم روش داره که جز گرفته باشن چهل سوم چهار سوم تقریبا میشه یک مایز سی و سه چهار سوم میشه سیزده و خورده ای جزر سیزده و خورده ای دوازده و هشت و شیش مثلا فرض کنیم بشه سه و شیش تا هم یه چیزی هولوش سه مایز شست و پنج یه همچین چیزایی باید به دست بداره خودتون ماشین حساب میزنین به دست میاد شعاع زمین تقریبا سه و شست و برابر شعاع ماه خیلی ساده یه تناسب نوشتیم از این مدل تستا میبینیم حالا دو تا سیاره مختلف سیاره ایکس به زمین زمین به ایکس و غیره میشه به راحتی سوالاشو حل کرد سال پونزده میگه که جرم مریخ تقریبا یک دهم جرم زمین شعاع مریخ نصف شعاع زمین است نوشتیم اطلاعاتش وزن شخصی به جرم 50 کیلوگرم در سطح کره مریخ بگید که تقریبا چند نیوتن است جی روی سطح زمین هم داده ده دوباره همون رابطه رو پیش میبریم دیگه میتونم بگم وزن شخص روی سطح مریخ رو میخوام پیدا کنم میشه ام در جی روی سطح مریخ مارس خب بیام جی مریخ حساب کنم چطوری میام از همون نسبت استفاده میکنم جی روی سطح مریخ به جی روی سطح زمین رو سطح داریم حساب میکنیم میشود ام مریخ به ام زمین ضبط داره شعاع زمین به شعاع مریخ به توان دو این برابر است جرم مریخ به جرم زمین می شود یک دهم ده هم. زب داره شعاع زمین اینجا شعاع زمین به شعاع مریخ رو میخواد می شود دو به توان دو این میشه نسبتشون چهار دهم هم وقتی جی زمین داریم ده جی روی مریخ به دست میاد چهار یعنی الان معلومه جی روی سطح مریخ می شود چهار متر بر مربع ثانیه درسته اینو گذاشتیم ده رو تو این ضرب کنیم به دست میاد چهار حالا وزنش رو میخواد میشه جرمش که از پنجا نیوتون پنجا کیلوگرم ضبط ضرب در جی که از چهار وزنش میشود دیویس نیوتون خیلی ساده ضرب و تقسیم معمولی تونستیم اینو حلش بکنیم مثال 16 میگه جرم سیاره فرضی هشت برابر جرم زمین و چگالی ماده هم با چگالی متوسط زمین برابر است خب شتاب گرانش چند برابر رو از این حرف رو. نسبت شتاب گرانش دوره جی ایکس به جی ای می شود ام سیاره ایکس به ام زمین زب داره شعاع زمین به شعاع سیاره ایکس به توان دو درسته دیگه رابطه یاد اون هست جی ام ای به آر به توان دو رابطهش اینجوری دیگه آره برعکسه خب من ام ای اکس به ام ای رو دارم ام ای اکس به ام ای می شود هشت یه جوری باید پای شعا بکشم وسط چگالی رم که دارم میگم باید چگالی هاشون با هم برابره امش هشت برابر اینه وی سیاره ایکس هم می شود هشت برابره وی زمین دیگه چون ام هست و رو زب داره وی روای کیان ویا به دست میاد خب به چه درد اون میخوره بعد میگیم وی مگه حجم نیست پس 4 سوم پی آر سه 4 سوم پی ها که هیچی اینجا میشه آر آر سیاره ایکس به توان سه هشت برابر آر زمین است به توان سه از طرفین ریشه سوم میگیریم آر ایکس میشود دو برابر آر زمین پس آر زمین به آر ایکس آر زمین به آر ایکس میشود یک دوم دو به توان دو میشه یک چهارم اینم هشت میشه چند برابرش دو برابرش جی سیاره ایکس به جی زمین میشود دو برابر یه جوری دیدیم که بعضی وقتا میشه پای چگالی رو هم کشید وسط تو تمرین بعدی یه رابطه به دست میاریم یه کوچولو به درد بخورتر مثال 17 یه رابطه بازی با چگالیه میگه نشان دهید چتاب گرانش روی سطح سیاره به شاع آر که چگالی متوسط آن رو است را می از رابطه فلان به دست آورد که جی برابر است با 4 سوم پی جی بزرگ رو آر بریم ببینیم یعنی چی ببینید ما برای روی سطح سیاره یه جی تعریف کردیم حالا آره جی زمین نوشتیم من دیگه زمینشو بردارم بودش جی ام تقسیم بر آر به توان دو که اگه ای باشه این ام ایه اینم آر ایه من ایاشو بذارم شاید بعد نباشه که قاطی نشه یه وقتی از طرفی ما میدونیم که ام هست رو روی سیاره ضرب در وی وی اون سیاره اگر در زمین یا هر سیاره حرف میزنیم به جای رو که رو وی هم که از چهار سوم پی آرش به توان سه چون کره است حجم کره هم که بلدیم درسته چهار سوم پی آرش دوتا رو ادغام کنیم به جای امه بذارم اینجا به دست میاد جی روی سطح سیاره هست جی بزرگ ضبط به جای ام میخوام اینو بذارم رو ضبط در چهار سوم پی آر به توان سه اینم آر ای یا آر به توان دو اینم که با این ساده کنیم آخر سر به این رابطه میخوایم برسیم که جی روی سطح سیاره مثلا زمین برابر است با اون چیزهایی که ثابته بیارم بیرون یه چهار سوم پی دارم که ثابته یه دونه جی دارم که خب ثابت جهانی و فرقی نمیکنه اما سیاره به سیاره ممکنه رو عوض بشه شعاعش هم عوض بشه نسبت جیا میشه نسبت رو زب داره آرش اگر روش دو برابر آرش سه برابر مثلا جی رو ساعتش میشود چند برابر شیش برابر این الف اون سوالی که سوال 17 است و با هم دیگه دیدیم بیایم قسمت ببینیم به چیه داستانش میگه چگالی متوسط سیاره دو برابر زمینه روی سیاره دو برابر روی زمینه شعاعش هم سب... بازم دو برابره آره سیاره هم دو برابره آره زمینه شتاب گرانشش چند برابر دیگه خب خیلی ساده است جی روی جی سطح زمین ای برابر است با رو به روی ای ضبط در اینجا آر به آر ای می شود دوی ضبط در دو می شود چند برابرش چهار برابرش این یعنی هم با امان نکته خلاصه داریم میتونیم ازش استفاده کنیم خب ببینید ما دو تا رابطه الان با هم نوشتیم یکی رابطه مربوط است به شتاب جاذبه روی سطح سیاره من جی سفر بنیستم یکی هم شتاب جاذبه روی ارتفاع H از سطح سایر سیاره خیلی هم معلومه که اگر شما بجای اچ بذاری صفر خب به این رابطه میرسه دیگه اینو بلد باشی خب اونو از توش داره به دست میاد چیز خیلی پیچیده ای هم البته نیست بیایم یه کاری بکنیم بیایم وزن جسم روی سطح سیاره رو به وزن جسم در ارتفاع اچ تقسیم کنیم این کاربردهای مختلف داره اولا دو تستا اینجا به درد میخوره بعدا هم که برای بچه ریاضی در مورد نیروی, گرا، نیروی مرکز گرا و حرکت دایری صحبت بکنیم تو حرکت ماهواره این فرموله به دردمون میخوره نیگرش داریم اینجا بعدا ازش استفاده میکنیم W هست MG این هم هستش MG ام اماش به همدیگه میره چون میدونیم جرم که به سطح سیاره و اینا که ربطی نداره جرم همیشه ثابت اینو تقسیم کنیم به جای G روی سطح سیاره اینو بنویسم بنویسم g. امش تقسیم بر آرش به توان دو مثلا برای زمین ام ای و آر ای برای زمین این یعنی چی؟ یعنی جی امش به آرش به علاوه اچ به توان دو اینو خب با این میزنیم صورت ها رو با هم میزنیم یه دور در دور صورت نزدیک در نزدیک مخرج مینویسم آر ای به علاوه اچ به توان دو تقسیم بره آره ای به توانتون ببین عزیز جان من میتونم بیام چیکار کنم تواناشم یکی کنم برات بنویسم آره ای به علاوه اچ به آره ای بازم به بعد اینا رو جمع جورش کنم مرتب یا رابطه بنویسم بنویسم دبلیو در ارتفاع صفر به دبلیو در ارتفاع اچ که میشود جی روی سطح زمین به جی در ارتفاع اچ این شد صفر این اچ این صفر این اچ برابر است با اینو به این تقسیم کنم خب بنویس یک به علاوه اینم به این تقسیم کن بنویس اچ به آر ای به توان اینم دو یه رابطه است دیگه خیلی ساده است ولی خب به درد میخوره یه وقته به جای اینکه این رو انجام بدیم و ضرب و تقسیم کنیم میتونیم از این استفاده کنیم توصیه میکنم تو ذهنمون داشته باشیم این رابطه رو توی جزوه البته هست اثباتش هم کردیم که بدونیم از کجا آمده چیزی خیلی عجیب قریبی هم نیست به بجه بچه های ریاضی ارز کردم تو حرکت ماهواره بعدا خیلی کمک میکنه چند سوال بهاش حل میکنیم بریم سراغ مثال بعدی مثال 18 در چه فاصله از سطح زمین بر حسب آره ای شعاع زمین شتاب گرانش چهارصدم مقدارش روی سطح زمینه من میخوام اینو حل بکنم دو تا کار میتونم بکنم یکی اون رابطه ای که الان به دست آوردیم کلا بذارمش کنار فرض کنیم یادم رفته اصلا طبیعیه دیگه به جای این جی چه میذارم اینجا راه رو بگم راه آسونش هم که من میبینیم دیگه به جای جی اچ میذارم جی ام ای آر ای به علاوه ای به اچ به توان دو برابر است با چهار صدم جی ام ای تقسیم بر آر به توان دو دیگه بجا این هم اینو گذاشتیم جی ام ای ساده بشه اینم که میشه یک بیست و از طرف این جزر بگیرم و برعکس کنم بنویسم آر ای به علاوه اچ این بود یک بیست و پنجم جزر گرفتم یک پنجم برعکس کردم پنج تا آر ای از اینجا خب هاش میشه چی؟ چهار تا آر ای تمام یکی دوست داره این فرمول استفاده کنه خب فرمول یادشه خب استفاده میکنه ازش راه دوم که راه تستیه چی باید بنویسه میگیم مگه G رو سطح زمین به G ارتفاع H نشد یک به علاوه H به R ای به توان دو این میشه چهار صدام بالا این به این میشه صد چهارم بیست و پنج صدام جز میگیریم پنج یک به علاوه H به R ای یک اونور میشه چهار اچ میشه چی چهار تا خوب خب اینجوری خور آسون تره ولی بالاخره باید یه دقتی داشته باشیم رابطه تو ذهنمون مونده باشه که این کار حتما انجام بدید مثال 19 میگه که وزن سفینه در سیار در سطح سیاره پلوتون 1250 نیوتن و در ارتفاع 400 کیلومتری از آن 800 نیوتن است این پلوتون هم یه داستانی برای خودشه دیگه الکی واردش اینجا بگیم قطر این سیاره چند کیلومتر است دوباره نسبت دبلی به دبلیو صفر دبلیو صفر به به دست اومد میتونم بنویسم دبلیو رو سطح به دبلیو یه جسمی در ارتفاع H هست یک به علاوه H به آر اون پلوتون مثلا به توان دو همون رابطه است نوشتیم دبلیو رو سطح صفرش میشه 125. این که می شود 800 برابر است با یک به H H هم راستی داریم چنده؟ 400 کیلومتر اینم آرام بر به کیلومتر دارم فرضش می کنم به توان دوم خب اینو بعد ساده کنیم بریم ببینیم چی میشه این که به این ساده بشه با هم دیگه برن بیام صورت مخرج رو بدون 5 هم ساده کنم اینو به پنج ساده کنم میشه 25 اینو به پنج ساده کنم میشه چند 16 حالا از طرف این جذر میگیرم جذر 25 میشه 5 جذرش میشه 4 میشه 5 4 روم برابر است با 1 بله 400 به آر در نتیجه این میره اون میشه یک 4 روم آر میشود 1600 کیلومتر ها اما جواب مسئله ما 1600 نیست چی رو خواسته از ما قطر رو خواسته قطر سیاره این میشه چی؟ دی مثلا هست دو تا آر میشود سه هزار دیویست کیلومتر قطرش این از این جهت آوردم اینجا از قصد قطر رو پرسیدم که توی تستای کنکور دقت کنیم خیلی وقتا اینجوری شده که شما شعا به دست بیارید تو فرمول قطر رو میخواد مساحت به دست بیارید شعا رو میخواد نمیدونم مثلا تو نوسان طول پاره رو به دست میاری دامنه رو میخواد دامنه به دست طول پاره خط رو میخواد آخرین لحظه که میخواید گزینه رو وارد کنید ببینید اون چیزی که خواسته دقیقا چیست همون چیزی که به دست آوردم یا باید یه ذریبی توش زرک کنم